درود به همه شما همراهان عزیز و به خصوص شما کانون‌های شورشی که هر روز و هر لحظه در گوشه ای از این میهن اسیر با فعالیت هاتون سقف اختناق رو در هم میشکنین و فریاد ایران و ایرانی رو سر میدین. با هزاران درود به این رزم بی امان و همچنین به همه شما هموطنان عزیز که دستن در کار این کارزار پرشور هستین، برنامه امروزمون رو شروع میکنیم. یکی از کانون‌های شورشی بعد از پرواز چند مجاهد صدیق در اشرف سه خطاب مجاهدین در نامه ای نوشته: با سلام‌های گرم و سرشار از مهر به خواهران و برادرانم در اشرف سه و خدا قوت به همگی و با آرزوی سلامتی و پایداری همه شما عزیزان و سلامتی و طول عمر برای عزیزترین هایم خواهر مریم و برادر مسعود. هنوز از شوک شنیدن خبر جاودانه شدن چند مجاهد بیرون نیامده بودم که چهره آشنای دیگری در کنار پرچم در اهتزاز پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران در قاب تصویر سیمای آزادی در برابر چشمان ناباورم نقش بست. این بار خبر از جاودانه شدن مجاهد کبیر برادر حمید اسدیان میداد. این کانون شورشی در ادامه آشناییش با مجاهد صدیق حمید اسدیان رو اینطور توصیف کرده: مجاهد خلقی که اولین بار در برنامه ارتباط مستقیم خرداد 99 با چهره اش آشنا شدم. سراپا چشم و گوش شده بودم تا تک تک کلماتش را به گوش جان و دلم بسپارم. سراپا ایمان بود و یقین به راه و آرمانش و ایمان به بار نشستن کارزار دادخواهی و با عشقی سرشار به رهبری و چه سخاوتمندانه هر آنچه را یقینش بود در وجود مخاطب ساری و جاری می کرد. در آن لحظه می بایست رفتنش را باور می کردم. بی اختیار با خود گفتم چرا؟ در کشاکش پذیرش این واقعیت بودم که دیدم خواهر مریم عزیز در قالب واژه‌ها رفتن و پرکشیدن برادر حمید را به همه یاران و دوستداران و برادر مسعود تسلیت می گفتند. در حالی که می دانستم از دست دادن این عزیزان برای خواهر مریم بسیار دردناکتر است، چرا که عشق عمیق و غیر قابل وصف آنها را نسبت به خواهر مریم با تمام وجودم درک کرده بودم. البته پرواضح است که عشق خواهر مریم به مجاهدینش بسیار عمیق‌تر و بیشتر است، عشقی بی‌دریغ و توأم با حس مسئولیت. خوشا به احوال عزیزان مجاهدی که در رکاب چنین رهبری مجاهد زیستند و مجاهد جاودانه شدند. و به راستی چه سعادتی از این بالاتر؟ همانطور که همه مجاهدین می نویسند و فریاد می زنند که مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم. البته که مجاهدین سالهاست یاد گرفتن هر درد و دریغی رو به نبرد و جنگ بیشتر و تعهد بالاتر تبدیل کنند. به همین دلیل هم هست که بن‌بست‌ها در برابرشون شکسته میشه و غم و اندوه در مسیرشون جایی نداره. یکی دیگه از یاران قدیمی مقاومت در رابطه با پیروزی‌های کارزارهای اخیر نوشته: این روزها در هر جبهه‌ای از کارزارهای مجاهدین به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که نگاه می‌کنیم، فقط جنگ و رزم و خستگی ناپذیری بی پایان هست. محاکمه اسدی، مزدور تراثی رژیم آخوندی، فقط یک گوشه از فعالیت‌های بی‌نظیر مجاهدین است. افشا و رو کردن برنامه اتمی آخوندها. مردم ایران و جهان به مجاهدین مدیون هستند که نمی‌گذارند آب خوش از گلوی این آخوندهای آدمکش پایین برود. مجاهدینی به سرداری برادر مسعود و خواهر مریم انتقام خون 120 هزار شهید را از حلقوم تک به تک مزدوران بیرون خواهند کشید. هر آنچه ابتلاعات و سختی و هجرت و موشک و بمباران نثار مجاهدین مسیر امام حسین شد، یقیناً ناشی از مسیر حقی است که پرچمدارش برادر مسعود و خواهر مریم هستند.
انشاءالله شما صاحبان خانه به خانه خودتان برگردید. آن روز دیگه نیست و مقدمتان را تک به تک توتیای چشمان خودمان می کنیم و با سبد سبد گل به استقبالتان خواهیم آمد. به امید فرارسیدن همون روزی که این دوست عزیز تصویر و توصیف کردن و با تشکر از شما که با ما بودید.